زهره جان بخشیم توضیح بدی که چیز خیلی میگیرنی رو برای یک تصویر بسیار قشنگ منظره کاملا اروپایی رو میگیرنم. فکر کن ویلاهای بسیار قشنگی در موقعیت‌های بسیار قشنگی اینجا جور شده و از پشت سر آفتاب هست که نیما آفتابی هست امروز، یعنی آدم گفتم میتونه که آفتاب چشمک میزنه. یک دفعه ما رو پشت ابر باز بیرون میشه، همی چند دقیقه پیش باریش بود بخی دیگه، در کل خزان است و فصل طلایی جغری. بگذار ما یک سلام علیکی کنم ابتدا. درود، سلام علیکم دوستای عزیزم. وقتی همگیشیم از موقع نسبتا بلندی که در اطراف قریز موسه و یک صحنه کاملا خزانی، ما بسیار منتظر بودم که رنگ روخ جاغوری دقیقا به این صورت در و ترکیب رنگ ها بسیار متنوع شونه و ما بتونم از این موقع بخشش شما ویدیو بگیرم. خب این با او طرف، اما ای اولین ولاگ خزانی از موسته زهره جان. بله بله، خزان دقیقا اولین ولاگ دو نفره خزانی از مو است. ممکن ما قبلا از خزان با این ترکیب رنگی که تو در حال حاضر میگیرنی؟ بله. ما چرا دور احساس شدم؟ ویدیو گرفته باشم، اما ای جای کاردیم هسته، منظره ای که میگیرنی، فصل خزان، خنکی که روی دوستای خمه احساسم، ای اولین ولاگی دو نفره از مو استو هسته با در نظر داشت امزی و عذیت. و سعی که به دلیل نبوده ده که جاغوری رو گفت اروپای کوچک. وقتی که در کابل بودی گفتم شد که خودگون از ما بیرون گفتی، اما این دیگه جواب افتاده ده گفت جاغوری اروپای کوچک. آره. او البته اشاره نداشت به ای که جاغوری طبیعت چقدر قشنگ است. آره. خوی چیزی که تو گفتی مثلا عین ویلاهای اروپایی هسته و امو یک چیز دیگر هم گفتی، اوتلای ویلایی، رستوران های ویلایی چی هست؟ یک مجموعه رستوران های ویلایی در یونان هست، شبیه اون هم زود هست. ولی اونا تاکید بایی نداشت که جاغوری جغرافیای بیش از حد قشنگ داره. اونا به این خاطر میگفت که چون بسیار آزادی هست و سطح رفا در جاغوری بلند است، از اون نظر میگفت که جاغوری اروپایی کوچک است. اما شما در حال حاضر میگیرنید که واقعا در حدی اروپا قشنگه. خب اروپا کی اندازه جاغوری از مو شما اندازه افغانستان آفتاب داره، خاک داره نه؟ آره آره، بعضی موقعیت هایشی ممکن آفتاب داشته باشد و چی باشد؟ یونان بعض جزرها هست که با آفتاب خو مشهوره. آره، اما اکثرا اروپا، خصوصا اروپای شمالی و شرق اروپا، آفتاب دیگه بسیار یک چیز کمیاب است. آره آره، ما تعجب نمی کنه چطور آفتاب پرست نشده. هرچند که در شرق اروپا هم رقم رفته رفته تا خود روسیه را اونا معروف به کشت آفتاب، گل آفتاب پرست هم هست، یکی حالا آفتاب پرست نشده. دیگه شاید تاثیر کدام چیز دیگه باشد. اما یعنی آفتاب در کل کره خاکی بسیار برجسته است. خب واضح هست که برجسته است، اما ما میخوایم که اونا را در طبیعت بگیم. مثلا وقتی که بهار میشه گلای بسیار زرد میرویه و این ما را دیاد سردی زمستان میندازنه، ای که ای گلا بسیار سردی زیاد را تحمل کرده و گفته که باشم ای که یک دفعه ما فرصت رویدن پیدا کنی نماد خود آفتاب موشی در روی زمین. و ما رقم تابستان در میوه ها آدم مینگرنه، زردالو رنگ های بسیار قشنگ آفتابی داره و یا حالی مینگرنی در درخت بلگا کل رنگ های قشنگ در اینجا باوجود هم ده که فکر منم هر کدامش تجلی از آفتاب در زمین است. چی تعبیر و چی استعاره قشنگ. خود در هر حال گفتم پیشتر اگه اشاره کوتاه کردم که اولین ولاگ خزانی از مو زهره جان هست. برای اولین بار است کاردیم می اینجی میشی و این تصاویر خزانی را از این موقع میگیرنی و بخشی شما نشان بدیم. خب از وقتی که مو زهره جان نامزد شده تقریبا یک سال تیر میشه. آره. و در این مدت تغییرات زیاد در زندگی از من در بسیار چیزهای را یاد گرفتم و مهمتر از او ای که
وقتی تو یک یاری دائمی در قچه ایسو سو موری میگردی، بدون شک بسیار فرق داره با او زمانی که تو مثلا تنام رفتی یا با دوستای خمار رفتی. از او خاطر گشتو امدو سفر کدو تماشای صحنه‌های زیبایی مثل که در برابر مسته قزهرا جان، بدون شک کیفیت دیگه داره. نه دقیقا من کاملا موافقم با تو رحمت جان. این کدام مثلا ما سو اشتراکات بسیار زیاده داره، از جمله ای که از قریه و دهات بسیار بسیار بیشتر به مراتب بیشتر خوش از ممید تا ای که در شهر و اینجا ها باشی. و وقتی که اینقدر اشتراکات زیاد باشه آدم باید این تمناظر بشه، خیلی خوشایند است که با کسی از این گپ بزنه که او واقعا آدم رو بتونه درک کنه. ای واقعا خیلی خوشایند است. ما بارها ای رو گفتم در هر جایی که ضرورت شده گپش پیشنده، ما گفتم که وقتی یک نفر تصمیم میگره به ازدواج به نهایت مهم است که دو نفر چقدر پایه های فکرش مشترک است و چقدر برداشت های مشابه از زندگی داره. اگر در غیر ازی باشه تناقض ایجاد ننه، فاصله فکری ابتدا خود آدم ها دل آدم ها از همدیگر دور میشه. ممکن دو نفر زیر یک سقف زندگی کنه اما جهان اردوش فاصله بسیار زیاد از همدیگر داشته باشه. برای ازی که نمی اتفاق نیه، همدلی ایجاد شنه، به نهایت مهم است که پایه های فکر اشتراکات نظر بسیار زیاد در مورد زندگی وجود داشته باشه. مثلا اگر یک نفر زندگی روستایی را دوست داره، طرف مقابل چه زندگی شهری را دوست داره، بسیار یک تناقض آشکار است نه. تجربه مشترک ایجاد نمیشه، دو نفر از یک واقعیت لذت آنچنانی رو نمیبره. میسته که تجربه هست آدم زندگی نمینگیر نه اطراف رو نه. چیزایی هست که دیده هسته که مثلا یا خانوم مرد رو وادار به مهاجرت کده یا مرد بلکس نه. دقیقا نزید اتفاقا بسیار رفته و بدون از اینکه به این فکر کنه که واقعا زندگی او قدر طولانی نیسته که تو بخوای او رو بذل و بخشیش کنی. عمر را بذل و بخشش کدو ضایع کدو بزرگترین چی هستن؟ ضیاع هستن، بخاطر که پس به دست آورده نمیتونیم و همی از دست میره. و هم دوره بسیار قشنگی از عمر، دوره بسیار پرشور و هیجانی از عمر که ما جوانی باشه. بله، از او خاطر او روز شده دومدیم خزار جان گفت میزدیم مرم گفت که رحمت سیکو هیچ وقت آردیم از جاغوری جایی دور نری. به خاطر که جاغوری از نظر از ما شکل تکامل یافته آغوش است، یعنی آرامش، یعنی که جایی که زمین زیر پای آدم سخت است و آفتابش گرم است و اطمینان در او زیادتر است، آزادی درش زیاده. مثلا او قریه از ما است، این قریه مجاور است، قریه مجاور با قریه از ما بسیار نزدیک است اینا. اگه یک خمین خشر زکی تشت نه با خوی خواست اگه یک آشنای ارزش های اگه یک درک کنه، چرا؟ چون رفت آمد است در خوبی و بدی اگه یک شریک هست. از اون نظر وقتی که تو از قریه خسته ما اینجا میگردی آزاد است، هوای تو بلند است، اطمینان تو زیاد است. مثلا ما اینا لمده موتر خورد از خوجه استاد کرده و هیچ نگران از این نیسته که موتر از ما آسیب میگیرنه. وقتی که طرف از خوجه یه طرف آورده و کلگی گیخره می نخشن. از او خاطر این چیزا بخشه از ما بسیار اهمیت داره. آردیم قضا جان مدام روزم ما گفت که آردیم تصمیم میری که هیچ وقت از جاغوری نری، هیچ وقت. بگذار ما یک چیز دیگرم تکرار کنم. باشه سعی که واقعی از ما خواه تو تصور کن ما یکی در اینجا به دنیا آمدم، قد سنگ و چویش آشنا هستم، تغییرات اقلیمی را در او کمال مفهمم، حتی جهت حرکت آورا را مفهم که آوری که نی طرف مره مناش چی، آوری که طرف مره باران از کجا ماید، چی فصل سال باید آمادگی بگیریم، اطرافم کی هست. فکر کن روزی شرایط باید که ما پرده اتاق کش کنم، دروازش بسته کنم و او روز آخرین روزی باشه که ما قریخ را میگیرم و از آدگاه و دیگه نتنم
به صورت مستقیم تصویر قریخ را بینینم. بدون شک این جدایی خیلی یک جدایی نوستالژیک هستن و امانایش یه که آدم را دوپاره نه. چرا؟ چون تو بخشی از بخشی ای بسیار دردناک هست. تو بخشی از وجود خو، خاطرات خو، قریه خو جاملی نه؟ دقیقا با یک درونی آکنده از غم که از غم و از غم و درد پورسته نره قریه ترگمونی و ای یک لذتی و ای واقعیت لذت زندگی از جایی به مراتی بهتر از جاغوری را از من میگرن. آره. ما وقتی که ذهنم در قریم باشه، آره. پایم در بله سرگ پخته اروپا باشه، یعنی دوگانگی دیگه نه؟ دقیقا دوگانگی است. تو با تمام وجود در اروپا بوده نمیتونی و وقتی با تمام وجود نباشی واضح است که تو نمیتونی هر چقدر و زیبا و سهولت بسیار داشته باشد نمیتونی از او آنچنان لذت ببری. دقیقا عمر کوتاه بشر قد عزیز نمیده که آدم اینقدر سختی رو تحمل کنه. بله. خود در هر روی دوستای عزیز این صبح باران بارید در جاغوری امرقم که منگینید هوا نسبتا ابری است و احتمال بارندگی کم کم بادم است. ما خنوکی رو در پشت احساس منم، یعنی تخته پشت ما یخی رو در تخته پشت خمیال احساس منم، هرچند جمپر خم آوردم. خو خیر، در هر حال ای اولین ویلاگ خزانی از مو زهرا جان بود. ما اینجا آمادی تا بعضی گپار قدر شما بگی اختلاط کنی و اینی تصاویر بی نهایت بهشتی را از جاغوری، از سنگ ماشه، از اطراف دریای سنگ ماشه بخش شما نشان بدی و مطمئنا تاثیر روانی بسیار مثبت میل سر کل لگی، چون ترکیب رنگی که در اینجاست، سادگی، نحوه چینیش خانه ها، نزدیکیش به دریا، کو، آسمان چی؟ خب کی یکی چیزا را نخواه و کدام طبیعتی است که از این چیزا خوش نیه؟ خب در هر حال اینزی جای به نهایت قشنگ قدشم خدافزی منیاردیم قزهرا جان. داره. ما باید کمی چای سوز بخورم و تو دی وطنی در اینجی بعدا پس گشته بریم خانه. وقتی همه گیشم بازم خوش امیدوارم تنی کلگیشم جور باشه و زندگیشم به مراد شم. خدافزشم. آره دوستا، با ای چای و با ای توت موریم به طرف خزانه مرقم پیشتر دیگه. خدافزشم. چوکیم دوره بخاطر که جای چی نبود که سعی به اصطلاح استیبل کنم، اما دو میترفتر. خود در هر حال بازم وقت خوش.